به نام یاد خداوند و با درود بر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و عرض ارادت خدمت شما سروران گرامی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جمعه شما بخیر، امیدوارم روز جمعه تا فرصت خوش گذشتانده باشین. تا پایان روز خوش باشین. عمر طولانی بر تک تک شما در هر کجایی که هستین خواهان هستم. امیدوارستم که اوقات به کامتان باشه و لحظایتان پر از خوشی و شادابی و شادکامی. خوش هستم باز همه به سیرت با تقدیم برنامه اسلام قرآن تا یک ساعت بگونه نشر مستقیم در خدمت شما سروران گرامی قرار دارم. تمنای همراهی شما را تا ختم برنامه دارم. امیدوارستم با ما باشین و از تبدیل کردن چینل هم تا پایان برنامه اگر خودداری شود که چه بهتره. امروز در برنامه با ما جناب استاد مولوی سید محسن سادات آگاه مسائل دینی هستن. بسیار زیاد خوش آمدید جناب استاد و آدین روز شما بخیر. فراموش شما بسلامت. طبق روال معمول تا نیم ساعت اول میتونین به برنامه تماس بگیرین و سوالی که دارین بپرسین. یک موقعیت که بسیار خوب اختیار کنین، کوشش کنین که با ما صحبت کنین، منتظر آواز شنیدن آواز مبارکتان از تلویزیون و هم رادیو نباشین. اسلام قرآن دو تا تکرار داره، اگر قسمتی از برنامه از پیشتاد میمونه و یا هم خوش دارین که آواز مبارک از تلویزیون و یا هم رادیو داشته باشین، تکرار برنامه را فراموش نکنین. البته تکرار از تلویزیون تنها نشه میشه. تکرار برنامه اولین تکرار شنبه ها ساعت 5 تا 6 بامداد و دومین تکرار پنج شنبه ها ساعت 1 تا 2 پس از 6. سوالات شما را هم چند تا یادداشت کردم، با تاسف من وقت دفتر رسیدم نشد که یادداشت کنم، اما در ذهنم هست. از جناب استاد چند سوالی که یادداشت کردی ارسال کردین میپرسم و منتظر تماس های شما هم هستیم. استاد اولین سوال، اگر یک مریض پیش یک دکتر مراجعه میکنه و این دکتر هر قدر تلاش میکنه باز هم یعنی تلاشش بی نتیجه میشه و مریض فوت میکنه، این دکتر بسیار یعنی قسما نارام هست که اگر اجل یک کس رسیده باشه، آیا نتیجه زحمت یا دکتر بی تاثیر هست یا میتونه یک دکتر با مهارتی که داره یک مریض از مرگش نجات بده؟ بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب حضور شما دوستی بسیار گرامی، گوینده محبوب همه و هموطنان عزیز و گرامی و همکارای تخنیکی. امیدوار هستم که ملبس به لباس عافیت بوده باشن همه. سوال خیلی زیبا و مهم است. در اینجا دو شخص مسئولیت داره، یکی خودی طبیب که مسئولیت مستقیم داره، دوم ولی مریض. یک ولی مریض تا چی وقت مسئولیت داره که در صدد تداوی و علاج مریض خود باشه و یک طبیب تا چی وقت باید تلاش خود بکنه؟ در اینجا علما از جمله قرارات فقهی عالمی که یکی از فتاوای معاصر ما و اقوال ائمه اربعه و اقوال سایر مذاهب دو ذکر است، بالاتفاق چهار چیز ذکر میکنه. اول علایم حیات همی چهار دانه است که ضربان قلبش از حرکت میمانه، بعد از او گرمی بدن میبینه، بعد از او چشم از زیر حرارت میاندازه که چشم از زیر آیا از حرارت یا از روشنی تیز متاثر میشه یا نمیشه، بعد از او نبض میبینه. این چهار چیز علایم حیات است. در صورتی که از این چهار چیز یکشم باقی باشد، طبیب مکلف است که باید در جستجوی علاج ازی باشه. بعد از اینکه از این چهار چیز هر چهارش جواب داد که یعنی متوقف است، قلبم حرکت نمیکنه، نبضم و حرارتی بدن هم در حال سرد شدن است و چشمم وقت شام میندازه که متاثر نمیشه، در این صورت هم طبیب مسئولیت سبک دوش میشه و هم ولیش. و بدبختانه در اکثر فامیلا میبینیم که شخص مریض است، میگه ما این مریض مردنی است، دیگه چی کنیم؟ مال پشتی را بگیریم تداوی کنیم. این گناه است، هم بالای ولی و هم بالای طبیب. طبیب بگه دیگه این ختم است. تو از کجا میگی ختم است؟ آیا مرگ و زندگی به دست توست؟ در صورتی که از این چهار علایم یکشم باقی باشه، هم ولی هم طبیب مسئولیت دارن که باید علاج بکنن. شما به سلامت. تشکر. با گفته های شما دوباره برمیگردم بعد از گرفتن یک تماس. بله بفرمایید. بله. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. زیادر کم گفتم، من میخواستم همین طریقه خود رو جنابه در مولوی برم تشریف تشریف.
سلامت باشین. تشکر استاد. پس اگر اجل رسیده باشه، آنچه که جان سوال این دکتر صاحب است، اگر اجل رسیده باشه، تلاش و زحمات دکتر سبب نجات مرگ این مریض میشه یا نه؟ سوال خودشان هست. بله، البته ما در قرآن یک اصل داریم: من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. يعني نفس تلاش الطبيب اگر سبب حیات یک انسان شوه و سبب بهبود از شوه، که ما دو نوع مرگ داریم، البته بعضی مرگ معلق و مطلق است. معلق به این معنا که خداوند حیاتی از زور معلق به اسباب ساخته، در صورتی که او اسباب به کار نره. مثلا به ما گفته میشه که سالنگ طوفان است، ما میگیم میریم، هم یک نوع مرگ است دیگه. مرگ معلق است، اگر نرفتیم از مرگ بج میشیم، اگر رفتیم مرگ احتمال داره باشه. مثل از بعضی امراض است که ما میتونیم برش معلق بگوییم، اگر طبیب مسئولیت خود ادا کرد علاج میشه، اگر نکرد وفات میکنه. و بعضی امراض مطلق میباشه که اگر او را علاج بکنه نکنه وفات میکنه، ولی این خود طبیب نمیفهمه که میمره یا زنده میمانه. پس این فقط مسئولیت های خود ادا میکنه. اگر با تلاش و زحمت تانی سبب حیات از او شوه، مستحق اجر میشه و مستحق البته احیای تمام جامعه بشری میشه، اجر داره و در بلندترین طبقه یا درجه عبادت قرار داره این کارش. ولی اگر نتانست در او صورت مسئولیتی هم نداره. شما با سلامت شکر. یعنی به این معنی جناب استاد که اگر پیش یک دکتر مریض آمد، اگر سهلنگاری کرد گناه، اگر زحمت خود کشید، اگر در دو صورت، اگر نجات یافت یا نیافت، به هر قیمتی میشه مریض که پیش طبیب آمد، باید هم اخلاق طبیب است هم مسئولیت است. شما با سلامت. سوال خواهر در مورد غسل جنابت بود، اما پس از تماس پاسخ شد از شما میشنیم. بله فرمایید. خب تماس قطع شد و دوستان چون جریان صحبت های جناب استاد می باشن، نمیشه که صحبت ها را قطع کنیم. اوصلمندی شما را بعد از اینکه تماس شما در اتاق فرمان وصل میشه، اوصلمندی شما را می خواهیم. بفرمایید جناب استاد در مورد غسل جنابت. غسل جنابت از یک منظر هشت فرض داره، ولی فرض اتفاقی و مشهور مو سه فرض است: یکی شستن بینی و تمام افرازاتی که داخل بینی باید انداخته شود، دور انداخته شود، پاک شود، و دوم شستن دهن، و سوم شستن تمام بدن. البته سه فرض متفقون علیه است. یکی باز بعض علما میگه مثلا قاطی گوشا شده شود، ناف داخلش و امثال از اینا، که احتیاط کنن که یعنی نشود اگر یک قسمتی از بدن آب نرسه و خشک بانه غسل نمیشه، باید اون قسمت پس شده شود. برحال این سه فرض مشهور است و اتفاقی است. و البته سنت های غسل همیست که قبل از غسل باید وضو بگیریم، وضوی کامل بگیریم، جای پاک برای خود انتخاب بکنیم و سه بار هر عضو بشوییم، چون قانون است که فی المسح توحید و فی الغسل تسلیس. در مسح یک بار است، در غسل ضرور است که باید سه بار هر اعضا شسته شود. به می شکل تمام اعضا وقتی سه بار پاک شد، خوب است که از طرف راست شروع شود، اول بالای سر، بعد از طرف راست، بعد از او به شانه چپ، به می شکل تا تمام بدن. شما با سلامت تشکر. باز هم با شما بر میگردم با گفتهایتان تماس میگیریم. بله فرمایید. بله آواز ما دارید؟ بله سلام. علیک السلام و رحمت الله. بفرمایید. خوب هستم سیراست؟ شما با سلامت تشکر. لطف شماست. بفرمایید. میخواستم از شما باشم از جنوب مالای سید دمی قطع و خبر که از نیسی را ساید دمی میکنیم که بیدون از مخبانی از برگ ما درخت نمیریزه یه انسان که آیا خود مختار است یا تمامی کاره که میکنه یه ما قسمت شد و تغییر شد دمی برای از معلومان بیدونه. سوال به طور کامل گرفتیم. شما به سلامت تشکر. استاد امی یک بار شستنی که در جریان وضو دهن و دماغ شسته میشه امی کافی است، درست؟ در مورد غسل که یعنی بعضی از دوستا هستن برای اینکه وضو میگیرن دو تا تعبیر اشتباه وجود داره جناب استاد. یکی ای که میگنی شستن دهن و بینی باید پس از سر دوباره شسته شوه، یکی گپ دوم بعد از تمام شدن غسل اگر بخواین که به خاطر نماز آمادگی داشته باشن وضو دوم میکنن، که هم اشتباه است. شما با سلامت. سوال برادر در مورد قضا و قدر بود. از این راستا بسیار سوال زیاد هم می داشته باشین جناب استاد. اول اینکه بگید با معذرت استاد کمی زیاد پیچیدن در این مورد، چرا این قضیه قضا و قدر هنوز هم مغلقیم، در مغلق هنوز هم باز نشده؟
مغلق نیست، مشکل مایی است که ما در مسئله قضا و قدر به یک نشست علمی ضرورت داریم، به یک بحث علمی اکادمیک و فرصت برش بتیم. ساده تر برتان بگویم، اگر کسی بخواهد که موتر در یک جاده سرکان پخته باشه، چراغایش هم دیگه ساخته، اشترینگش هم دیگه که ساخته، تنها همی که رانندگی کنه شش ماه به شاگردی ضرورت داره. شش ماه باید بلک برای کلینری کنه، شاگردی کنه تا بیاموزه که موتر چگونه به جاده ببره. آیا امکان داره 13 سال رسول پاک علیه السلام درس عقیده میده، درس توحید، عقیده یعنی گری چنان در قلب و روح روان تو عقد میشه، بسته میشه که دیگه امکانی باز شدنش نباشه؟ این به یک سوال دو سوال حل نمیشه. به خاطر است که سوال ها بسیار زیاد است. من توصیه میکنم به همه دوستا که در مسئله عقیده خیلی محتاط باشن، مراجعه بکنن کتابایی که در این راستا نوشته شده، مثلا حقیقت ایمان از عبدالمجید زندانی و همچنین عقاید اسلامی از سید سابق رحمه الله و همچنین عقیده طحاویه که خیلی مشهور هم است و به زبان ملی و محلی ترجمه شده. به اینا مراجعه بکنن، هدیه بکنن، مطالعه بکنن. و چون هر کتاب به یک استاد ضرورت داره، مثل که دوا به طبیب ضرورت داره، یک کتاب هم به استاد ضرورت داره. لزوم از پیش خود نمیتارن که یک کتاب را درست تحلیل تجزیه کنن، لزوم مراجعه بکنن به علما. باز هم ما فقط دو سه نکته میخوایم خیلی کوتاه فشرده که فکر کنم سوال دوست دیگه ما هم هست. بیشتر شما بله بله بیشتر در جریان مسئله قضا و قدر است. ما یکی در مسئله قضا و قدر، یعنی فیصله خداوند، اراده خداوند، تقدیر و اندازه، همه از اینا تقریبا کلمات مترادف با کمی فرق بین قضا و قدر، به این معنا که یعنی خداوند بزرگ خیر و شر اندازه کرده، خوب و بد اندازه کرده، سعید و شقی را اندازه کرده. ولی این به این معنا نیست خدا اندازه کرده بنده مکلف نیست، بنده اراده نداره. خداوند به یک دیوار در قرآن اراده را ثابت کرده، یرید و اینقض فاقامه. دیوار اراده افتیده نکرده بود. یک دیوار جامد میتونه اراده داشته باشه؟ آیا انسان اراده نداره؟ نکته اساسی است که در هر کار اراده خدا است، خیر شر، خوب بد. انسان حرکت میکنه، اراده خدا را باشه انسان نمیتونه حرکت کنه، ولی رضایش در هر چیز نیست. اراده خدا به معنی دادن صلاحیت است به انسان که انسان مختار باشه، انسان آزاد باشه، انسان بتونه حرکت کنه، از حقوق طبیعی و فطریش بهره مند شوه. اگر اراده خدا نباشه خب انسان هیچ کار کرده نمیتونه، انسان دیگه جامد میشه، بی حرکت میشه. اما رضایش باز نیست. لکن با اینجا فرق است بین اراده خدا و بنده. اراده خدا قدیم است، یعنی در علم وجود داره. خداوند هر کار اراده بکنه میتونه و بدون اراده از او برگم از درخت حرکت نمیکنه. اما اراده بنده جدید است. من می لحظه خواستم، تصمیم گرفتم یک کار میکنم و اراده خدا بالا اراده من جبر نمیکنه. حالا می تلفن است، در علم خداست، در ارادهش است که زنگ بیاید. لکن اگر من جواب بتم یا نتم اراده ما است. پس مثل از این کار ثواب و گناست در علم خدا است. مثل که یک معلم در مکتب میدانه که کدام شاگردم درس خوانده، کدام شاگردم نخوانده، کدام شاگردم لایق است، کدام ضعیف است، لکن امتحان میگیره. آیا علم استاد یا دانش استاد یا فهم و برداشت استاد از شاگرد کفایت میکنه که امتحان نگیره؟ نخیر. پس اونو امتحانش اعمال است. پس امروز هم در علم خدا است که ما خوب هستیم یا بد هستیم، ولی تصمیم ما میگیریم، اراده را ما میکنیم. پس اگر ما نیک انتخاب کردیم یا بد انتخاب کردیم، اینجاست که باز شقی بودن و سعید بودن ما معلوم شما با سلامت شکر تماس میگیریم. بله فرمایید. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. السلام عبدالله و مظلمون. یک اخلاص همیشه به هم یک نفر مثلا روش محترم، یک موقعیت خوب انتخاب کنین. همکارا همی داخل استودیو هم کمی صدا بتین بر ما بلندتر، نما درست نشیندیم. بفرمایید محترم عبدالله جان. یک نفر میگه، یک مثلا یک فروشنده یک بای میگه ما اینمی چی که بای تو نقد میفروشون با 5000، اگر قرض میخری 60000. همی بای از سود بای حقیقی مشروع دمی برای ما کمی وضاحت بدن. تشکر. شما با سلامت تشکر. سوال گرفتیم استاد. مثلا استاد این تلفن است، به نقد 5000 اما با قرض 6 ماه بعد 8000 سود میشه نمیشه؟ بای تقسیط، در بای تقسیط شرایط خود داره که باید یک شرایطش است که برش نگویه که
اینی تلفن در بدل وقت 2000 قیمتش بالا میره، در بدل نقد اینی قدر. به این شکل باید نگوی یک بای باشه، برادر نسیه اینی قدر، قرض اینی قدر. یک بای باشه و دوم حق اضافه کردن بر میعاد را نداره. با وقتش تعیین شوه که چند ماه، یعنی مجهول نباشه وقتش، وقتش هم تعیین شوه، مقدارش هم تعیین شوه و در یک کلام باشه، دو کلام باید نباشه. بگوی هم فایده میگیرم، هم نسیه قدر، هم قرض قدر یا نقد قدر. این باز درست نیست. بعد از اینکه اگه ای شخص نتونست در اون وقت تعیین شده مثلا 5 ماه بود، 6 ماه بود، 1 سال بود، و حق اضافه کردن بر قیمت هم باز نداره. یعنی چیزی که اینا گفتن سود نمیشه دیگه. درست. بلی بلی. شما با سلامت تشکر. خب تماس میگیریم. اما سوالاتی که دوست دار سوال کرده بودن با واسطه چند تا اشاره داشت کرده بودم به میام نرسیم، میدونستم در جریان برنامه بتونیم این سوالا رو بپرسیم از شما. سوال بفرمایید. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. من مریم هستم از سامان و تماس شدیم. شما به سلامت مریم خواهر بفرمایید. ما با مدت 5 سال میشه که شوهرم شهید شده. ما عروس خنجیگر هستم، عروس خنجیگر هستم، عروس تشویش هستم. من چی رقم کنم که تشویش ما برایم؟ یکی او دوم که خداوند چرا سر بنده خنجیگری زیاد میاره؟ چی زیاد میاره؟ خونجگری دیگه. درست. تشکر. شما به سلامت باشین مریم خواهر. خداوند شما را از این وضعیت بیرون کنه و خوشی و شادابی را نصیب شما و همه هموطنای ما بگردانه. بفرمایید سوالشون را گرفتین؟ بله. هم فرمایید. قبل از اینکه بریم به مسئله فقهی، یک داستان خیلی مختصر خدمت خواهر ما برز میرسانم و خدمت همه کسایی که درد رسیده و مصیبت رسیده هستند. ما سه نوع صبر داریم که یک صبر در مصیبت است، یکی در معصیت است، یکی در عبادت است. صبر بر مصیبت خیلی آسان است. آمده رای نجات از اون است، ولی اگر صبر کردی بدیل لایتناهی نیم البدل علامته. یکی از استادا شاگرد خودم میخواد فلان روز بیا که من کتاب تر بررسی کنم. شاگرد میره که بچه همی استادش پاوت کرده در بین اتاق افتیده. ای شاگرد خیلی متاثر میشه، غم شریکی میکنه و استاد خود بسیار چقچق میکنه به اسلام شما که بسیار بد کار شد. چطور شد؟ گفته چی گفتی؟ گفته بسیار بد کار شد، خراب کار شدی، فوت کرد. گفته زود از پیشم رخصت شد، کارت ندارم. گفته چرا؟ گفته خدا خوبتر میفهمه یا تو. یعنی امان طوری که یک چیز را میته خوش میباشیم، میگیرم باید راضی باشیم، اینا میره صبر میگه. وقتی ما بعد از اینکه تسلیم امر خدا شدیم، درد و مشکل احساسی گاگایی که میکنیم، این درد لحظه به لحظه بر صبر ما میافزایه و درجه و پاداش ما را بیشتر میکنه. و اینکه چرا خدا مشکلات میاره، مصیبت ها میاره، البته دو بود داره. یکی هر مشکل و هر مصیبت، هر درد 4 حکمت داره. حکمت اولش تکفیر ذنوب، گناه خدا میبخشه. حکمت دوم رفع درجات، الله درجه عالی نصیب میکنه که شاید به عبادت او درجه را خدا برات نده. و سیوم حقیقت دنیا امیس، یعنی دنیا درد و رنج است. لقد خلقنا الانسان فی کبد. اگر هیچ مشکل انسان نبینه دیگه آخرت فراموش میکنه، در دنیا جای خوش میکنه. و سیوم قدر نعمت ها، بسیار چیزا را ما داریم نمیفهمیم، وقتی گرفت باز میفهمیم حالا چه قی نعمت ارزشمند بوده. این حکمتایش است. اما این که چرا مشکل میه، به خاطر سنت الهی است. سنت انبیا، سنت اولیا و سنت حکما است. یک روش قبول شده در دنیاست که خداوند انسان شقی را سعید با امتحان جدا میکنه. اگر امتحان نبیه، سختی نبیه، خب کلگی نام خود سیاه میکنه که ما مسلمان هستم، ما متقی هستم. ولی در وقت مصیبت، در وقت درد، در وقت رنج دانسته بشه که یعنی انسان واقعا استقامت کرد در مقابل مصیبت، یعنی انسان بی صبری کرد، ناشکری کرد. نگاه ای مهمترین و عمدترین حکمت است. تشکر. استاد ماه رجب داخل شده؟ این تقریبا بر شما معلوم است؟ فکر کنم داخل شده، بله. آیا توصیه پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم در مورد روزه گرفتن از این شده نشده؟ ما حدیثی داریم در مورد روزه گرفتن بله. در ماه رجب؟ بله. ماه رجب یکی از ماهای حرام است و ماهای حرام البته نسبت به دیگه ماها ماهای ویژه است. یعنی ماهی است که یک فرصت خدا میده. مثلا یک کوتاه تحلیل میکنم تا وصل گفت رو شما برسیم. اول ای که خداوند بزرگ برخی مناسبت ها را میاره، مقطعی میاره، وقفه به وقفه میاره،
به شکل سلسله وار میاره. ایتونه که کل خوبی ها رو بیاره در یک روز قرار بده، کل خوبی ها رو در یک موقع ایتونه میکنه، به خاطر دادن فرصت به بنده هایی که فرصت ها از پیششان فوت شده. به این خاطر در روز مثلا بهترین اوقاتی که دعا قبول میشه بین عصر و شام است، وقتی اذان و قامت است و در نصفای شب است، یک کسی فرصت از دست میده، فرصت هایی که در روز داره، فرصت جمعه است، باید فرصت جمعه را از دست نده. وقتی یک آدم فرصت جمعه را از دست میده، فرصت بین دو جمعه را میاره، باز خداوند ماهای حرام را میاره، باز شوال را میاره، باز رمضان را میاره، باز در رمضان ببینید که تقسیمات کرده. این کلش به خاطر جبران است که آلی نتانست صبح شه جبران کو، دیگر روز شه جبران کو. یعنی اینا کل بهانه برای بخشش گناه های ماست. ولی ای که برخی اعمال مشخص در رجب وجود داره، نه خیر. این قسمی که مثلا مشخصا این روز را پیغمبر تعیین کرد این روز روزه بگیری، این شب شه عبادت کو، ایتو نیست. در مجموع این ما فرصتی برای التجا و تضرع به درگاه پروردگار است. اگر شبهایش میتونی بیشتر عبادت کنی، شبی مشخصی نیست، یا روز مثلا بیشتر روزه بگیری ثواب برات داده میشه. اگر بگی فلان روزش مشخص شده، چنین حدیثی وجود نداره، بلکه برخی روایات است که او را علما ضعیف میخوانه. مثلا قربانی را، یکی از احادیثی که امام بخاری هم او را مردود دانسته و روایتی که صورت گرفته درست نمیدانه، همیست که مثلا نبی علیه السلام گویا گفته باشه که دو قربانی دارین، یک قربانی در ماه ذی‌الحجه دارین در روز عید، عید قربان، و یک قربانی هم شما در رجب دارین. دیگه این را علما رد میکنن. یعنی مشخصا به شکل اختصاصی ایتو یک عبادت نیست، ولی در مجموع این ما فرصتی بر عبادت است. تشکر استاد. با معذرت استاد، یک سوال داشتیم از یکی از بیننده‌های ما. خب تماس هم روی خط تلفن است، خوب است تماس بگیریم، بعدش به سوالی که یادداشت کردیم میرسیم انشاءالله. بله بفرمایید. بله بفرمایید. بله سلام. بله. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید بفرمایید. زنده باشم استاد. درباره همین غسل کردن بعد از نماز، بعد از غسل کردن دو رکعت نماز تهیه داشتیم. خب بعد از بعد از غسل دو رکعت نماز، سوال شما درست نگرفتیم دیگه، نمیفهم که شاید بعد از وضو باشه. بعد از بعد از وضو تهیه الوضو را منظورش نگه بوده باشه. بله او درست است. سلامت باشین استاد. شیطان به حضرت آدم علیه السلام سجده نکرد. بله. آیا خداوند متعال میدانست که شیطان شیطانم میافه اینا و ای کسی میشه که از امر ما سرکشی میکنه؟ سوال یکی از بینده های ما است. بله. این سوال تقریبا شبیه سوال قبلی است. بله. که من قدری توضیح دادم که در علم خدا از وقت تولد ما، بلکه پیش از تولد تا وفات، در علم خدا وجود داره که ما چی کار هستیم، چی میکنیم، چی نمیکنیم، چی شیطان باشه، انسان باشه. شیطان هم موجود مکلف است، انسان هم، هر دو مکلف به عبادت و طاعت و بندگی است. یعنی قیاس کنین شیطان و انسان، اما طوری که انسان شقی و سعید داره، شیطان هم در موردش همچنین حکم وجود داره که یک موجودی بود، یک مخلوقی بود که از بس که عبادت کرد حتی لقب طاووس الملائک گرفت و در زمره فرشته ها تا قرار گرفت. ولی به خصاص نافرمانی که یک درس است، یک تمرین است، پرکتیس است به بنده ها، که یعنی اساس همه چیز اطاعت از الله است. ایتونه ما اجازه نداریم که قیاس کنیم عقل خدا با امر خدا. یعنی وقتی خدا چیزی را امر میکنه و خیر ماست، چیزی نهی میکنه و خیر ماست. در علم خدا بود که شیطان، چون شیطان صفت است و کسی هست که کسی هست که تکبر داره و اولین گناه را، البته علما تحلیل میکنه که اولین گناهی که صورت گرفته از شیطان بود، و بدترین گناه هم امی هست که انسان یا تکبر کنه یا حسد بورزه، که به اساس دو گناه شیطان. استاد در یک سوال 45 ثانیه‌ای اگر شبک پاسخ بدین، یک کس در نزدیک مرگش به حضور یکی دو تا شاهد تمام اموال خود به یک فرد میبخشه، اما شفاهی کتبن نی، آیا درست هست نیست؟ ما دو نوع مال داریم، بخشش داریم، یکی از حقوقی، یکی اخلاقی. از نظر اخلاقی کس مال خود است، صاحب ملکیت باشه، بته
دیگر نیازی نیست که ما دنبال از او باشیم. وقتی داده باشه، صلاح داشته باشه، مال از او باشه، دیگر ما نیازی نداریم که به اصطلاح بگیم تو اشتباه کردی. اما از نظر حقوقی وقتی سندی وجود نداشته باشه، شاهدی وجود نداشته باشه، برای توثیق دین تقریبا پنج چیز است. پنج توثیق است به خاطر محکم کردن دین. یکیش هم شاهده این است، دیگهش سند است و دیگهش مثلا کمبیال است و دیگهش هم مثلا پیش خود گرفتن جنس است، ندادنش امثال از اینا، یا نرخش بلند بردن امثال از اینا است. یعنی تمام از این به خاطر از این است که در آینده کدام مشکلی به وجود نبیاید. اینال ما فقط چیزی که میخوایم بگیم از نظر اخلاقی حق مراجعه نداره. وقتی یک آدم مال خود بخشید ما با حضور شاهد استاد، بله، اما از نظر حقوقی در صورتی که اسناد وجود نداشته باشه، شاهدی وجود نداشته باشه، میتونه مراجعه بکنه. سلامت اگه جان جا با استاد شما بگوین کال روی بخشش که یادم در نزدیک مرگ خود بر یک کس بخشید با حضور دو تا شاهد، همین درست هست؟ همین مال در صورتی که بخشش صلاحش داشته باشه، مال خودش باشه، بله درست است. یعنی اگر سلام اگر کسی که به بخشش خود رجوع میکنه مثل که به قی خود رجوع میکنه. شما به سلامت، تشکر. خب فرصتی بخش تمام هست، وقفه میگیریم و پس از وقفه همکارای نشرات از آن زهره با افق شهر کابل نشر میکنن و پس از او مهمان و مهمان نوازی موضوع بحث ما در بخش دوم هست. تمنای همراهی شما را دارم. ادامه اسلام قرآن از شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید بیننده و شنونده هستید. پیش از آن و پیش از وفه گفتیم که مهمان و مهمان نوازی موضوع بحث ما با جناب استاد هست. خب شاید دوستان بعضا در دلشان بگرده که چرا در سابق موضوع برنامه با مهمان برنامه به اشتراک گذاشته میشد و حالا نمیشه. بلی، از یک ماه یا یک نیم ماه به این طرف که ما پیش از شروع برنامه نمیگیم که فردا کی مهمان ما هست و روی چه موضوع صحبت میکنیم. دوستای عزیز، این ناشی از ناامنی در پایتخت هست و امنیت خراب سبب شده که ما از مهمان خود نگوییم و از موضوع برنامه، خیر موضوع مهم نیست، اما از مهمان خود ما از دو ماه به این طرف میشه که ما مهمان برنامه را به اشتراک نمیگذاریم. علت همی هست که دوستان در دلتان دیگه چیز نگرده، چون دوستان بیشتر سوال میکنن که قبلا ما در جریان گذاشته میشیم و در راستای موضوع ما سوال تهیه میکردیم و میپرسیم شما حالا چی نمیشه. خب امیدوار هستیم خداوند این وضعیت بهبود ببخشد و این امنی ها به امنیت تبدیل شود که ما بتانیم پس روال روندادی خدا داشته باشیم. مهمان کی هست؟ تعریف شما چی تعریف دارین از اینجام سال بفرمایید؟ چرا مهمان نواز هم هست این استاد و مهماندار هم هست این چه هم هم میدانم؟ چون رسول پاک علیه السلام به شکل یک فرمول یک قاعده به امتش پیام داره، اکرم الضیف ولو کافرن، اکرمو اکرام بکنین، اعزاز بکنین مهمان خود را اگرچندی که غیر مسلمان باشه. در مورد مهمانی البته ما چند موضوع خیلی مهم و ارزشمنده که تنها دوستا فکر نکنن که موضوع مهمانی و مهمانیست، مسئولیت ها هم صحبت میشه. البته مهمانی درست است که جایگاه بسیار ارزشمند داره و حتی یکی از مصادر صدقه محسوب میشه، یکی از مواردی که صدقه است. مثلا صدقه تنها این نیست که کس به کس کمک کنه، امی طعام و طعام صدقه است، صله ارحام صدقه است، تبسم بر روی یک برادر مسلمان صدقه است، از جمله آماده ساختن مهمانی هم صدقه است. و یگانه موردی که قبل از اسلام با تمام قوت وجود داشت مسئله مهمان نوازی و مهمانی بود و ضیافت بود که اسلام ایر از بین نبرد، ایر تقویه کرد و تنظیم کرد. تقریبا از جمله مهمانی هایی که قبل از اسلام وجود داشت 11 نوع که او را اسلام تایید کرد. البته بسیار مهمانی هایی هم بود که خرافاتی بود، او را از بین برد، ولی 11 نوع از این اسلام مهر تایید گذاشت. از جمله 11 نوع است قسم بوده مثلا اولش به نام معدوبه، مهمانی که به اساس کدام مناسبت نباشه، فقط خوش دارم فلانی خانی ما بیا، ما خانی فلانه برم، این معدوبه میگه به خاطر ادب و توقیر و احترام یک مسلمان، یک دوست، یک برادر. این مهمانی را اسلام مهر تایید گذاشت، یعنی درست است، ثواب است، اجر است، هیچ مناسبتی نیست، صرف دوست دارم شب خانه ما صرف تام کنین. و دوم مهمانی به اساس عقد ازدواج است که در قبل اسلام به نام ولیمه بود و اسلام همی را مهر تایید گذاشت که نبی علیه السلام میگه اولی مولاو بشاد، حضرت جابر سید میگه آثار دامادی در تو مشاهده میشه، میگه بله ازدواج کرده، میگه اولی مولاو بشاد ولی ما، یعنی نان تهیه بکو، اگرچند که ذبح یک گوسفند هم باشه.
و سوم نو مهمانی به نام خرفی مهمانی بود که عروس البته در خانه داماد میره بعد از روز سوم. در روز سوم کدام چیزی که تهیه میشه ایره برش خیرفی نه در ولادت طفل وقتی طفل به دنیا میاد با مجرد ولادت از ایره خیرفی میگن و در روز سوم وقتی عروس در خانه داماد میاد ایره وکیره میگن یعنی این مهمانی هایی است که اسلام را تایید میکنه و همچنین مهمانی به مناسبت ختنه که برش ختان میگفتن وقتی کسی به دنیا میه و ذکر میباشه ختنه میکنه و در روز ختنه از او یک دوستا را دعوت میکردن و مهمانی تیار میکردن ایره برش ختان میگن و همچنین مهمانی به مناسبت سفر کسی که مثلا جای میره سفر میکنه سفر برمیگرده ایره نقیعه میگه مهمانی به مناسبت سفر وقتی سفر برمیگرده امروز در بعضی جا البته چی است معمول است کسی که از سفر برمیگرده خصوصا یک آدمی بزرگی باشه یک آدمی نیکی باشه مردم به دیدنش میایه همین نانی که برش تهیه میشه این را برش نقیعه میگه و همچنین عرب ها میگفت یا این توصیه دینی هم داره این ای بود قبل از اسلام بود اسلام این را تایید کرد و تنظیم کرد البته ما میگم مواردی که با دوجه تنظیم شوه مشکلات زیاد داره مثلا و همچنین طعامی به نام وضیمه طعامی وضیمه طعامی بود که کسی فوت میکرد به خاطر تعزیت و تسلیت یک تعداد می آمدن برای از او غذا تهیه می کردن که اینجا اشکالاتی هم اسلام در مورد داره ایره تنظیم میکنه و همچنین طعامی به نام عقیقه عقیقه که سنت پیغمبر اعظم علیه السلام در روز هفتم یا 14 یا 21 در خلال 3 هفته که به افتخار این نعمت باید یک مسلمان گوسفندی را ذبح بکنه و صدقه بکنه و مهمانی تیار بکنه و همچنین مهمانی دیگه به نام عجاله بود عجاله یک کس میاد خانه یک ساعت دو ساعت یعنی فرصتی نیست که تو یک غذای درست و موزون آماده برش بکنی بنان او رخصت میشه یک غذای سردستی برش باید تیار بکنی که در مسیر راز استفاده کنه این را برش عجاله میگفت که این مشروع سنت است و همچنین غذای به نام سفله که این قوم ترکمنای ما استفاده میکنن غذای سفله به این معنی که پیش از اصل غذا یک غذای پیشکی غذای مقدماتی بله بله پیش غذای ایره برش البته یک سلسله موادی است که برش تهیه میکنن تا وقتی که غذای اصلی یعنی مهمان یک ساعت دو ساعتی بیکار نباشه که البته ای در نقاطی که برادرای ترکمن ما هستن اونا این سنت عملی میکنن و همچنین غذای سوپ است چای نان است در بعض جا مثلا چی است میوه خشک است این چیز هاست پیشت میاره تو خورده میری فکر میکنی که چای نان آمد و یک ذره مثلا قطعش یک آن چیزایی که همراه نان خورده بشه میاره فکر میکنی که نهی پسان میبینی که غذای این از سفله میگن و غذای موزونشان قرات است غذای است که البته ما خانه کس میریم با تمام معنا با آمادگی کامل غذای درست تیار میکنه این را برش قرات میگه یعنی 11 نوع غذا قبل از اسلام وجود داشت که اسلام او را مهر تایید گذاشت و اسلام او را تایید کرد و تنظیم کرد بنان از این روایت دانسته میشه که اسلام طرفدار اطعام طعام است زیرا نبی کریم علیه السلام میگه افضل الاسلام بهترین اسلام کدام است اطعام الطعام و افشاء السلام و صلو باللیل و الناس نیام تام دادن است و سلام دادن است به کسی که میشناسی و نمیشناسی و نماز خواندن در شب وقتی که مردم خواب باشه کسی آمد پرسید ای الاسلام افضل کدام اسلام بهتر است خیر است نزد خدا و رسول نبی علیه السلام میگه در جواب اطعام الطعام تام دادن است پس ای الحمدلله ای سنت در وطن عزیز ما خیلی یعنی مورد پسند هم است و مورد قبول هم است که به مناسبت های مختلف مهمانی های تهیه میشه البته نقطه بسیار مهمی که وجود داره در این مهمانی ها تنظیمی عزیز که ما انشاءالله بعد از امی که ما چند مورد بخواییم بحث کنم اول ای که مهمانی هایی که در افغانستان صورت میگیره به برخی مناسبت ها هیچ کدام ما نمیفهمیم که آیا می سنت است واجب است ثواب است مکروه است حرام است
دهی ما گناهگار میشیم یا دهی ما مستحق تشکر استاد به مورد میپردازیم. من سوال در ذهن دارم دیگه مورد، اما این چند موردی که شما گفتین که در قبل از اسلام بود و اسلام عزیز زمانی که آمد یارا بعضن بعضش رد کرد و بعضش پذیرفت، پس کدام از این آنچه که شما گفتین 11 موردی که شما اشاره کردین که در ختنه سوری و در بالاخره طفل زمانی که به دنیا میآید و موارد دیگه که شما یاد کردین، کدام از اینا از نظر اسلام پذیرفته شده هست و جایگاه شرعی داره؟ یازدهی که من خدمتتان عرض کردم، اسلام اینا را تایید میکنه، یعنی اسلام رد نمیکنه در چوکات. البته این همین چوکات شب گوین چوکات یک اسلام چوکاتش... چوکات اسلام بریزی تعیین کرده چی هست جناب سوچ چوکاتش یکیش امیس که حضرت قیس رسول پاک علیه السلام مهمان کرد. خب وقتی در خانهش رفت چیزی نبود، نان خشک و سرکه، همین دو چیز آورد، به فداشم دیگه چیز نیست. نبی اسلام خیلی به خوشحالی خورد و گفت چی یک طعام خوبی بود. خب. یعنی چوکات یکی هر چی داشتیم پیش یک مهمان بگذاریم. یعنی این آمادگی هایی که امروز تا سل شب مهمان منتظر است. خب. و برای زود تیاری میگیریم بیسنه و غذا، نصفش خورده نمیشه و باقیش در زبالدان انداخته میشه. اینجا باز مسئله اسراف است، مسئله تبذیر است که اینجا خدا را خواسته انسان در ردیف شیطان قرار میده. اینا تنظیم میشه. این افراد تفریق باید داریم. خست دارم انشاءالله پس از وقت از شما میپرسم. تعداد سوالات هم دوستار سال کردن. با در شروع برنامه گفتیم که موضوع مهمان و مهمانداری موضوع بس ما دوست هم سوالات ارسال کردن پس از وقفه با سوالاتی که من در ذهن دارم و تعدادی از سوالاتی که شما ارسال کردین از جناب استاد انشاءالله میپرسم. ادامه اسلام و قرآن از شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید بیننده و شنونده هستید. مهمان و مهمانداری و مهمان نوازی از نظر اسلام موضوع بحث ما با جناب استاد هست. استاد مورد بسیار خوبی را اشاره کردین. در جناب فهم با شما یاد کردم. بعضی از مهمانداری ها در افغانستان یک چوکات مشخص داره و یک چارچوب مردم برش تعیین کرده. طور مثال از آماده کردن چندین نوع غذا. شاید آماده کردن از این برای صاحب خانه و برای میزبان شاید کمرشکن باشه. اما بنابر امو سیالی ها یا عرف ناپسندی که حاکم هست مجبور هست که با امی روش بره و امی روش بپسنده و به اصطلاح خود قرضدار افگار بسازه و یک غذای بسیار بسیار مفشن آماده کنه. من هیچ یک پژوهشگر چه نقد دارین در مورد این روش؟ یک قبلا هم خدمتتان عرض کردم که وقتی مهمان اسلام ارزش میده و مهمان نوازی را در بلندترین درجه عبادت قرار میده، ولی اسلام برای از این به هر کدام چوکا تعیین کرده. اگر تعزیت است، اگر عروسی است، اگر مهمانی های خاص است یا مناسبتی است، تمام از این را در چند چوکات قرار میده. قرآن میگه کلوا واشربوا ولا تسرفوا. منظور از اسراف چیست؟ هم اسراف در خوردن است، هم اسراف در آماده کردن است. وقتی که ما چند نوع غذا را آماده میکنیم و اینجا مثلا میده بالا یک غذا 500 کار میکنه، بالا یکش 3 ساعت، بالا یکش 10 ساعت، بالا یکش 1 ساعت، میده ایران میمونه که چی کار بکنم که انبار کرد بالای مرچی کیاف انداخت. یعنی این خودش اشاره قرآن است که اسراف کردی، یعنی میده ضرر کرد. حالا در افغانستان ما بدبختانه که بسیار کم مردم داریم که تکلیف میده نداشته باشه. مشکلی است که ما در خوراک اسراف میکنیم، فکر میکنیم که اسراف شامل مصرف میشه، شامل خوراک نمیشه. اما طبیب پرسان کرد از طبیب غیر مسلمان که معتقد به قرآن و سنت نبود، از یک طبیب مسلمان پرسان کرد که اسلام چی چوکات تعیین کرده برای صحت یک مسلمان. گفت نبی علیه السلام میگه که میده باید سه بخش شود، یک بخش به خوردن، یک بخشش به نوشیدن، یک بخش به تنفس. یعنی از اشتهایت قدری باقی بانه دیگه خوردن بس کنی، یعنی از حد زیاد نباید بخوری. و همچنین قرآن خودش میگه بخورین بنوشین اسراف نکنین. و در جای دیگه انسان مصرف برابر است که در خوردن باشه یا در آماده کردن تیه باشه، هم ردیف و برادر شیطان قرار میده. پس این خودش یک حکم شرعی است. همان طوری که ما باید مهمان رد نکنیم، عزت بکنیم، اکرام بکنیم، همچنین نباید در خوراک و در آماده ساختن طعام چی بکنیم؟ زیاده روی بکنیم یا اسراف تبذیر بکنیم. بنان این درست است که نبی کریم علیه السلام البته یک کسی بود که بسیار مهمان نواز بود و یاران جان نثارشان میگه که هیچگاه مهمان رد نمیکرد. روزی از روزها مهمانی آمد که به خانه نو همسرش ارسال کرد، یعنی نفر روان کرد که برین بگین چیزی هست یا نیست. قسم میخورن والذی بعثک بالحق ما عندنا الا ما.
قسم به ذاتی که تو را بر حق فرستاد غیر آب چیز نداریم. بعد از اون میگه من یضیف هذا، به طرف یارای خود میگه ای را کی میمان میکنه. یک صحابی آماده میشه میگه من میخوایم میمان کنیم، میره با خود به خانه میبره، خانمش میگه که من مهمان رسول الله را علیه السلام آوردیم. میگه در خانه به اندازه دو نفر غذا داریم، یک توتنا نیست که دو نفر کفایت میکنه، ولی طفلای ما گرسنه است، خود ما دو گرسنه هستیم. میگه آجل طفلا را بخوابان. و خب خود ما تو چی کنیم؟ وقتی خوردن چراغ خاموش کنیم. بعد از او میمان غذایش میخوره و شب سپری میکنه. به نماز صبح که میه خداوند به نبی علیه السلام خبر داده و نبی علیه السلام به طرف از این دو نفر میخنده، میگه امشب خدا از حال شما خوش بود. یعنی از این دانسته میشه که ما مهمان احترام بکنیم، ولی هر چی داشتیم پیش بگذاریم. این مکلف نیست که یک انسان به اصطلاح تکلفی بیش از حد داشته باشه. تشکر. من پوزش میخوایم که کمی به عجله میپرسم، چون تعداد سال بسیار زیاد هست از دوستا هم و من هم سوالاتی در ذهن دارم. استاد خب شما نکته بسیار خوبی اشاره کردین، گفتین بار پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم یعنی فخر عالم آدم خانه یکی از صحابه یارای خود میره فقط نان و سرکه میاره و مگ میکره. حالا مهمان امروز چشم برا هست که چند نوع غذا میرسه و اگر شاید پذیرایی با چیزی که در خانه است شاید جناب استاد بسیار شاید بگه قدر من شد، شاید بگه این دقصه من شد و شاید گپای دیگه. بفرمایید دیگه مورد. نبی علیه السلام در یک مهمانی رفت، یعنی این طور نیست که مهمانی های پرتکلف نبوده، ولی به عملشان به امتش یاد داد. خانه یکی از یارایش رفت که دقیق به یادم نمانده، چهار نوع غذا آماده کرده بود. گوشت بود، برنج بود، شوربا بود و کدو بود. در بین تمام از این کدو را استفاده کرد، سه چیز دیگه نخورد. این به این معنی که پیغمبر گوشت نمیخورد، دوست نداشت، یا شوربا نمیخورد، برنج نمیخورد. خیر، نبی اصلا گوشت دوست داشت، ولی به عملش به امتش نشان داد. از یک طرف حکمت طبی کدو را نشان داد که یعنی کدو یگانه غذایی است که به معده خیلی مفید است، و از طرف دیگه به امتش نشان میده که این تکلف تو درست نیست. درست از دلی صاحب خانه را نرنجاند، ولی در عمل برش نشان داد که نباید مهمان و میزبان هر دو از این که غذای موزون درست نکرده ناراحت باشه، بلکه این یک سنت است. نان و پیاز پیشانی باز، هر چی داشت پیش مهمان بگذار. اما در راسته عمل جناب ساده ای راسته بچار والا مشکلات وجود داره. خداوند توفیق عمل نصیب کنه. همین مشکل شما به سلامت. یک سوال داریم، یکی از بیندای ما پرسیدن که بعضی از مهمان ها از وقتی که از بعضی از فرض کنین ما از کابل میرم به یک ولایت دیگه، خودم مثال بتیم که دوست ما به خود نخورن، گفتن استاد دو ماه، سه ماه، یک هفته، سه هفته، چهار هفته اموج خو است، بیخی صاحب خانه و میزبان به اصطلاح اقتصادش ورشکست میشه و یادم بی تفاوت و بی توجه با آل اولادش اموج خو است دیگه. بنام مهمانی عمل نظر شما چی هست این مورد؟ تا سه روز سنت است که مهمان در خانه ما باشه، یعنی میزبان باید با دل خیلی فراخ. سه روز با چی بکشی شو سر از خانه؟ نه منظور میست که اینجا مخاطب ما هم مهمان هست هم میزبان هست، یعنی مهمان باید بفهمه که سه روز بیشتر نباید مزایی میسایی بخانه شد. یعنی تا سه روز نه مهمان نه میزبان هیچ کدامی احساسی چیز نمی کنه. تا سه روز در خانه خود میزبانی میکنه، از او به اصطلاح احترام به عمل میره. حدی اکثرش، حدی اقلش یک ساعت بوده میتونه، یک شب هم بوده میتونه، دو شب هم، تا سه شب. ولی بعد از سه شب اگر شخص معذور است، مسافر است، جایی نداره، جای بود و باش نداره، غذای معمول نبی علیه السلام میگه غذای دو نفر و چهار نفر کافی است. همین غذایی که خانواده برای خود تهیه میکرد بدون کدام تغییرات، بدون کدام هزینه، برای میمانم تیار بکنه، برای میمانم یک قاب بگذاره دیگه، دی خدا برش اجر میده و این صدقه ای هست که البته پیش از اینکه به دهن مهمان بره انشاءالله نزد خدا مقبول است، زیرا نبی کریم علیه السلام بر روایت ابن عباس ابن مسعود نقل میکنه اگر میخواین در میدان محشر خدا تشنه و گرسنه تا نکنه، بنده های خدا را غذا بتین و نان بتین. و مثل از این نبی علیه السلام میگه ایوما مؤمن اطعم مؤمنا اطعمه الله من ثمار الجنه، هر مؤمنی که مسلمان غذا میتن
نگفته یک روز دو روز ده روز صد روز او حدش شریعت تعیین کرد تا سه روز یعنی برای کسی که دیگه به خاطر میمانی آمده یک خاطر یک از به خاطر کار آمده جای نداره بسیار ضعیف است دیگه اگر ما او را حساب بیت اجر میده ولی میمانیش تا سه روز پورا میشه برای سه روز دیگه میمان نیست بله رسول پاک علیه السلام میگه خداوند او را از میوه های جنت سیراب میسازه کسی را آب می نوشانه الله او را از رحیق المختوم سیر می سازه کسی را لباس می ته الله او را از لباس جنت می پوشانه یعنی از این دلایل بسیار زیاد است تشکر استاد شما تشویق می کنم بسیار زیاد تشکر ما در افغانستان استاد یک خانه ای داریم که به نام مهمان خانه یا بعضی سراچه میگن یا در بعضی ولایت اسم های مخصوص خود داره حتی ولایت قندهار هلمند که ما رفتیم یک اتاق یک جای مخصوص به خاطر یک اولی جداگانه برای مهمان ساختن که یک کس ولو که هیچ نشناسم او صاحب خانه را در اتاق درش باز میکنه و در اصل اولی تک تک میزنه میگه اینجا من مسافر هستم میام مهمان از پذیرایی میشه اما گریز از این مورد هم داریم استاد ما بعضی از کسایی را داریم مثلا که یکی از اقاربش از ولایت میه یا مهمان میه پت میشه به اصطلاح میونه بگوییم یا جایی نداره استاد یا هم امکانات داره استاد اما نانتی نیست به اصطلاح میانش بگوییم خب این یک گناه هست نیست استاد خب بفرمایید بله گناه است خب بفرمایید توضیح بدین کمی برای هر چیز زکات است خب پول زکات داره مال زکات داره زمین عشر داره خانه هم زکات داره لکل شیء زکات و زکات البیت المفتاح هر چی زکات داره زکات خانه میمان خانه است یعنی باید این چیز یک مسلمان در نظر بگیره که یک انسان مسافری یک انسان درمانده ای انسان در خانه خود ببره چی برسه به اینکه یک کسی میگه که او از جمله اقارب ماست اونجا صله رحمی ضروری است همین نان دادن از او اطعام از او رسیدگی به نیازهای از او به حاجیات از او این خودش یک نوع صله رحمی است و صله رحمی فرض است یک مسلمان ضرور است یعنی هر مسلمان تلاش بکنه کوشش بکنه که از این شانه خالی نکنه زیرا چیزی که اسلام خیلی دوست داره و نبی کریم علیه السلام خیلی دوست داشت مهمان نوازی بود و مهمان نوازی الحمدلله در افغانستان بسیار محدود افراد است که از این شانه خالی میکنه و این سنت قبول شده است البته یک قصه خیلی کوتاه خدمتتون عرض کنم که دوستان میگه در خارج یعنی این مهمان نوازی اصلا وجود نداره هر کس در فکری خودش است میگه یک استاد بالاخره خیلی برش نزدیک شدم یک روز گفتم که یک شب میمان است شو ما دم فکری افغانیستیم دیگه که خویی خو مشکلی نداره یک ساعت میشینیم خب بالاخره یک ماه دو ماهی بالاخره یک روز استاد زنگ زد که امشب بیا میگه یک ساعت دو ساعت که به وقت میمانی مان زنگ زدم استاد یک برادر دوستی دیگه هم است گفت نه امکان ندارم خودت تنها بیا خب بعد از سالا میگه ای استاد به افغانستان اومد میگه در خانه پدر ما میگه البته دوستا و قوم و خیش و بچه کاکا و بچه ماما کلگی ده تا بیستا چل تا نفر البته در بعضی غذا ها موجود می بود میگه مرا گفت که خانه تون کجاست من بودم اینمی خانه باز گفت نه بیا در این هتل است به این مراکبی این سنت قبول شده در دیگه کشورها وجود نداره خود توصیه ما این است که نبی کریم علیه السلام با وجودی که پوکس داره تمرکز داره بالای مهمان نوازی ولی تنظیم میکنه که اسراف نباشه تبذیر نباشه مسلمی ببخشید مهمانی هایی که به نام ولدیمه بود بیشتر براتون گفتم به مناسبت چیز مصیبت کسی را از دست میتن در اینجا نبی اسلام خیلی تاکید داره که امروز ما مشکل داریم که سر زمین شما به سلامت تشکر استاد فرصت ما کاملا تمام هست اما یک سوالی هست که باید شما بپرسم نزاکت های شرعی را که یک مهمان باید در نظر بگیره چی هست جناب استاد چند جمله استاد البته خداوند به همه ما شما عقل سلیم و کامل نصیب کرده انسان میدانه که یک انسان جای داره یک کس جای نداره یک انسان اقتصادش جواب میده نمیده البته خود به خود یک انسان میفهمه که از سه روز اضافه یک شب تیر کردن دو شب سه شب از او اضافه در خانه یک مسلمان نباید باشه خب. بعد از او برای خود یک جای تیه بکنه بدون از اینکه صاحب خانه برش بگه یا صاحب خانه خب فکر نکنه می غیرت افغانی است که برش بگه اما یک مهمان باید ایره در نظر بگیره که از سه روز اضافه در خانه میزبان نباید باشه تشکر بسیار زیاد تشکر جناب فرمان شما رو به سلامت داشته باشه در پای حق باشید بسیار زیاد تشکر مورد بسیار خوبی را جناب صادق اشاره کردن پوزش مدت از تک تک شما که سوالات شما فقط یک دو سوال شما پرسیدم فرصت بر ما مجال نداد خیر باشه ان شاء الله یار زنده و صحبت باقی فرصت های بعدی جناب صادق خاط دی مورد با خود داشتیم صفحه فیسبوک ما را زیاد نبرین اسلام فاصله و فاصله قرآن به فارسی نوشته کنین سوالی نظری نقدی بود در خدمت شما هستیم و شما را تماس عادی و شما را تماس واتساپ ما 0782 22
47 10. تا دیدار بعد شما را به خداوند یکتا امانت میکنم. روز روزگارتان خوش. الان نگهدار شما.